سلام عزیزان، زن زندگی آزادی، شعاری که دادخواهی که دادخواستی که مردم ایران بلخص زنان و دختران کشورمان به سوی حکومت و حکومت مداران فریاد میزنند و ظلم خواهی میکنند. این صدایی که آسمان ایران رو پر کرد. موضوع برنامه چند وقت گذشته ما هم همین است. برادرم کشیش مهدی ارشانفر با ما در استودیو هستند. خواهش میکنم برادر مهدی بفرمایید. بله. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما سرورانم، عزیزانم، مردان و زنانی که معلم ما هستند. خدا شما رو برکت بده که تونستید در مقابل ظلم و بیداد بایستید. در خیابانها، در معابر، در کوچه ها خون بعضی از شماها سنگ فرش خیابانها رو قرمز کرد و واقعا ولی در مقابل ظلم و بیداد ایستادید. سلام مجدد باز عرض میکنم. خدا شما رو برکت و قوت بده. همچنین خوشحال هستم که در خدمت خواهر بسیار بسیار گرامیمون، خواهرمون منیر هستیم از نروژ، که امروز با ایشون در رابطه با مسائلی که در زندگی ایشون پیش اومده بیشتر صحبت میکنیم و از شهادت ایشون بیشتر استفاده خواهیم کرد. خواهر منیر عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون. خوشحالیم که شما رو در بین خودمون داریم. صدا میکنم، بفرمایید. منم سلام میکنم خدمت شما کشیش ارشانفر و کشیش مدبر عزیز و تک تک عزیزایی که از این طریق دارن صدای ما رو میشنون و بهشون سلام میگم و میگم که با قوت استادین بیستین. خداوند پشت شماست. آمین. 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 منم خواهر منیر گرامی به شما سلام میگم، عرض ادب میگم به خواهر بزرگوار و گرانقدرم. خوشحالم که واقعا بین ما هستید. در ایمان خواهرم منیر از من بسیار ارشدتر هستند. سالها قبل از اینکه حتی من خداوند رو بشناسم، ایشون زندگیش رو به خداوند داده و تا اکنون وفادارانه خادمه کلیسای مسیح و خادمه خداوند هست. خواهر منیر گرامی، اجازه بدید کمی شما را بیشتر معرفی کنیم. خودتون بفرمایید چند سال قبل به مسیح ایمان آوردید و تجربه شما از دوران قبل از ایمانتون و زندگی در ایران پس از آمدن این حکومت و نظام اسلامی در ایران، تجربیات شخصی خودتون، اون چیزایی که دیدید در خودتون یا دیگران، و پس از اینکه ایمان آوردید چه تغییری در این دیدگاه خودتون نسبت به جامعه و سایر خانوم ها یا خواهران در شما به وجود اومده؟ من سالها پیش که در ایران بودم با خداوند آشنا شدم و یه چیزی که هست بردر مدبر و کشش ارشانفر، در اون زمان من قبل از اینکه ایمان بیارم همیشه میدونین که بانوان در ایران یک بینشون یک چیزی بود، یه فرق بسیار بزرگ قائل میشدن برای بانوان و آقایون. ولی اون زمان وقتی که من ایمان آوردم، البته نه قبل از اون شورش 57، بعد از شورش 57 من منظورمه، و اون زمانی که من به مسیح ایمان آوردم، من احساس کردم که یک فرد دیگه شدم، انگار که یک تاجی روی سر منه که من به اون فخر میکنم و خداوند این تاج رو روی سر من گذاشت که به عنوان فرزند خودش من انتخاب کرده بود. و اون زمان بود که من دیدم که من و برادرای عزیزم و یا تفاوتی نیست، بلکه ما همه در یک نام برادر خواهر هستیم و میتونیم همدیگر رو درک بکنیم. اما اینکه در اون زمان که شورش 57 شد، من هنوز مسیح رو نمیشناختم.
و خیلی مشکلات بود بعد از شورش، خیلی برای بانوان بسیار مشکلات پیش اومده بود و یه حالت رعب و وحشت ایجاد شده بود، نه برای بانوان بلکه برای آقایون هم. اگه یادتون باشه الان ما میگیم لباس شخصی، ولی اون زمان اگه یادتون باشه که بهشون یه افرادی بودن که اوورکوت های سبز می پوشیدن، افراد کمیته یا کمیته چی ها، کمیته چی بودن، و اینها وقتی که عزیزان اینا رو می دیدن، حالا یا خانم ها و آقایون هم همینطور، جوانان و جوانان، یک روح به وحشت بسیار عظیمی آدم احساس می کرد. یعنی من اینطور بودم، قلبم واقعا می زد وقتی اینا رو می دیدم برخورد داشتم، و اون زمان یه طور شده بود که هر که یه کاپشن سبزم میپوشید واقعا آدم احساس میکرد که اینا هستن، و اون ماشین هایی که داشتن در حقیقت خیلی، و اون زمان بیشتر تازه حجاب و نمیدونم مغنه ها برای بچه ها و خیلی خیلی مشکلات بود. از اولی که اینا اومدن با روب بحشت اومدن، زمانی که آقای خمینی در هواپیما برای ورود به ایران بعد از سالها داشت می اومد، وقتی که گفتن چه احساسی داری، گفت هیچی، همون موقع یاد پدرم زنده باشه، گفت کار ما ساخته است. بله. به طور خاص خواهر منیره عزیز، شما خودتون تجربه ای از این محرومیت ها و محدودیت هایی که از ابتدای آمدن این حکومت اسلامی بر کشورمون دارید، یا بین نزدیکانتون چیز مخصوص و خاص و ویژه ای که براتون دردناک است همچنان، آیا چیز رو دارید به یاد دارید که اون رو با ما سهیم بسازید؟ بله، من اون زمان همونطور که شما میدونی یک برهه از زمانی بود که حتی اگر در ماشین کاست هایی بود که موزیک گوش میکردین، سر چهارراه ها نگر میداشتن و بسیار اذیت میکردن، دستگیر میکردن، و دوست عزیز من که خیلی به من نزدیک بود داشت میومد و در ماشینش کاست گرفتن، داشت موزیک گوش میکرد، خودش بود و خودش، کسی دیگه ای نبود باهاش، اما که شلاقی که خورده بود هیچ احدی اون دلشو نداشت که اونو ببینه. شلاقایی بود که اون زمان، حالا مال الان، اون زمان میگفت که سربهایی به تش وصل بود به تای اون شلاقا، که اون شلاقا رو که بهش میزدن اون پیچی که میخورد تمام پای او رو سوراخ کرده بود از زخم زیاد، و این اجازه حتی شدیدن تصور چنین صحنه ای برای هر کسی دردناکه. برای یک موسیقی ایش مهدی عزیز، گوش دادن به یک موسیقی عاقبتش برای اونها این هست، این جرم، این گناه که با شلاقی که تیله های سربی بهش وصل شده و با هر ضربه ای همه اون بافتا رو نابود میکنه، در واقع جنایتی رو مرتکب شدن، و این یکی از بله میلیون ها جنایت مشابه، فقط به خاطر اینکه کسی موسیقی گوش درده بخشی از آرایشش پررنگتره. بله، اصلا به طور کلی اصلا یه آدمی که به خودش اجازه میده که یه آدم دیگه رو به این شکل مجروح کنه، به این شکل صدمه بزنه، آدم دقیقا کشیش مدبر عزیز، آدم دقیقا یاد زمانهای بسیار بسیار قدیمی که بتخانه ها بود و بتپرست ها بودن، بتپرست ها هم وقتی که یه کسی یه بت دیگه رو میپرستید همین حکما رو در موردشون اجرا میکردن، دقیقا همین، چون دیگه قلب انسانی وجود نداره. کسی که دنبال خداش بت هست، دنبال بت پرستی است، اون قلب انسانی رو دیگه نداره. در نتیجه اینه که میتونه یه همچی عملی هیولایی رو فراهم کنه برای امروز. هم همین مشکل رو ما الان داریم، امروز هم اون
اون بسیجی، اون پاسدار، اون نیروی انتظامی، اون لباس شخصی که با باتوم یا با هفت با همون تفنگاشون چه ساچمه ای چه گلوله واقعی، این جرأت رو میکنن، این توان رو دارن، این یه توان میخواد بله. این توان رو دارن که اینطور مردم مجروح کنن، آزرده کنن، زدها به حد مرگ، همین مهسا رو بله. با یه چیزی زدن تو سر کلش دیگه که اینطوری شده. اینجور بیرحمانه عمل بکنن واقعا که آدم متاسف میشه. خواهر منیر گرامی، آیا خودتون شخصا مواجه شدید با تو اینها رفتارهای عجیب یا در واقع نه فقط ترس از اون نظامی پوش ها، خودتون تجربه داشتید خواهر منیر عزیز؟ من خودم شخصا تجربه خدا رو شکر نداشتم، چون خیلی سالی که از ایران دور هستم متاسفانه و بلجبار، ولی دیدم از نزدیکان که این شلاقا رو خیلی خوردن و اون ترس و واهمه ای که آدم میومد بیرون، اون ماشین رو میدید، اون افراد رو میدید، نصف عمر آدم هدر میرفت کشش مدبر و آدم نمیتونست تحمل بکنه حتی نگاه اونها رو، انقدر نگاهشون انگار انسانی نبود. دقیقا بله. سوال در واقع کمی شخصی تر، شاید شما در خانواده خودتون با این در واقع فرق گذاشتن بین فرزندان روبرو نبوده، بین پسرها و دخترها، ولی تو اون سالایی که در ایران بودید، پس از سالایی که حکومت اسلامی اومد، با این روبرو بودید، حتما توی مدرسه، حتما توی محیط، حتما در تو اجتماع. پس از این که ایمان آوردید، چه چیزی باعث شد که شما الان شروع برنامه گفتید که وقتی ایمان آوردید بین خودتون، برادرانتون و از طرف کلیسا هیچ تفاوتی احساس نمی کردید و هیچ قیاسی بین این که مرد یا زن هستید وجود نداشت و این برابری رو شما در این سالها چشیدید، چه چیزی باعث شد که پس از ایمانتون، اون عوامل چی بود که الان توی جامعه ایرانی نیست؟ خوشبختانه در خانواده ما نبود این، با وجود که من بعد از پسرها اومدم، ولی دختر خیلی قرب و قیمت بالایی داشت در خانواده من و در کنار پسرها بودیم، عالی بود، برادران بسیار انسان‌های بالایی بودن، ولی خب میشنیدم که وقتی که بعضیا که موقع ایران همینطور بود دیگه، پسر دار می‌شدن یا ذوق و شوقی داشتن، دختر که دار که می‌شدن مقدار پایین‌تر بود، خب تفاوت‌ها خیلی زیاد بود. اما وقتی که من ایمان آوردم، مسیح رو در قلبم راه دادم، آمد گشود قلب منو، اون احساس روحانی که به من داد، اون نور مسیحایی که در قلب من تابید، اون احساس من رو اینطور میخوام بیان بکنم که خودم رو جدا از برادران نمیدیدم، خودم رو جدا از افراد دیگه نمیدیدم، بلکه چون مسیح همه رو ما رو با یک دید نگاه میکنه، چه پسراش باشیم چه دختراش باشیم، همه ما رو با یک دید نگاه میکنه، و اون وقتی که اون رو خداوند در وجود من ریشه داد و اون احساس به من داد که من تفاوتی ندارم با برادرای عزیزم. آمین آمین. میخوام کمی جلوتر بریم، اجازه میدید که شمتی؟ بله خواهش میکنم. این که احساس کردید فرقی بین، بعد از اینکه به خداوند ایمان آوردید، در جمع مقدسین بودید، در جمع مسیحیان بودید و احساس کردید فرقی ندارید، در واقع این احساس از نظر منطق کافی نیست، شما باید چیزی دیده باشید که به این نتیجه رسیده باشید که نه واقعا فرقی نیست. عذر میخوام. آیا این احساس و این مشاهده بین خواهرای دیگه، کسانی که از همون جامعه در واقع ظلم به زنان و مردان در ایران آمده بودند، آیا این
گواه رو، این شهادت رو از اونها هم دیدید، تجربیت اونها چی بوده؟ خدا رو شکر که در کلیسا این چنین بود کشش مدبه و همون احساس رو داشتیم و همون اتفاقا صحبت هم کرده بودیم در کلیسا و همون بود، چون که در رهبری ها، در صحبت کردن ها، در پیغام آوردن ها، در خواندن کلام، در خدمت هایی که واگذار می شد و وقتی که هیچ فرقی نبود گذاشته نمی شد، این بر همه ما آشکار شده بود، روشن شده بود که مسیح قادر و مطلق و می تونه این موانع رو برداره. یعنی در واقع این تغییری که شما احساس کردید و دیدید با تغییر و تحول برادران هم بوده. اگر برادر عوض نمی شدن اون ذهنیت عوض نمی شد، اون فرهنگ، اون در واقع نگاه به زنان تغییر نمی کرد. خداوند خداوندم عیسی مسیح نه فقط احساسات شما رو تبدیل کرد که شما خودتون رو نیمه، نصفه یا کوچکتر نمی دیدید، بلکه برادران هم عوض شدن که نسبت به خواهرانشون، زنان، دختران کلیسا با نگاه تغییر یا نگاهی که از بالاست نگاه نکنند. من در تایید فرمانشات خواهر گرامیم در رابطه با این مسئله، کلام خدا خیلی شیرین این مسئله رو بیان میکنه. میگه بودن در مسیح یک خلقت تازه است. ما احتیاج داریم که یک خلقت تازه بشیم، ما احتیاج داریم نو بشیم. تمام اون افکار پوسیده، تمام اون افکاری که ما رو به ظلم، به جنایت، به دروغ، اصلا دروغگویی و حیله‌گری باب روز شده، ما رو بتونه نجات بده از این حیله‌گری، از این دروغگویی، از این ظلم، از این که بخوایم این دستمون رو بلند کنیم برای زدن، از این آزاد بشیم. برای همین عیسی مسیح میگه باید شما عوض شید، باید دگرگون بشید. و همچون خواهرم میگه، میگه من دگرگون شدم، من عوض شدم، من دیگه چیز دیگه ای شدم، نه تنها خودم بلکه در اون جامعه ای هم که بودم مثل کلیسا، اونهای دیگر هم که میدیدم اونها هم عوض شده بودن، اونها هم دیگه دگرگون شده بودن. و خدا رو شکر واقعا همه ما احتیاج داریم که در عیسی مسیح یک تولد تازه، یک تبدیل جدید به وجود بیاد. یه وعده ای از خدا در حزقیال میده، همه شما میدونید البته، که میگه خدا واقعا میبینه، میگه من باید این قلب سنگی رو از شما بگیرم و قلب گوشتی به شما بگیرم. این وعده خداست و به شرطی که بخوایم در خدا باشیم، البته بخوایم در حضور باشیم، بخوایم در مسیح باشیم. این قلب های ما به دلیل زندگی کردن، بودن در همون جامعه‌ای که پدری فرزند رو عذاب میده، یا چه میدونم به خاطر بعضی از مسائل همسایه، بله، یا این چیزایی که میبینه آدم، بالاخره این بچه تو اون جامعه رشد میکنه، آروم آروم این دل با سنگ میشه. این بود چند وقت پیش میدیدم که این بچه‌ها رو آوردن تو خیابون، پسرای 12 ساله رو یه چوب و شما این کلاها بهشون دادن که بتونن این جنایت رو بکنن. دقیقا همون کاری که داعش میکرد. داعش هم این بچه ها رو برمی داشت میورد تو تلویزیون ها میدیدیم که حتی به این بچه ها میگفتن بزنید که این بچه ها از اون بچه که عادت کنه به بودن، به توحش، به این که قلبش سنگ باشه، قلب سنگی داشته باشه. و چقدر این آیه جالبه که خدا میگه من این قلب سنگی رو از شما میگیرم، یه قلب گوشتی و نرم به شما میدم تا بتونید نسبت به همه مهربان باشید، نسبت به خودتون، نسبت به همسایتون و نسبت به جامعتون مهربان باشید. باید باشید، چون قرار ما به شباهت خدا در بیه و خدا ریشش محبته، اسمش محبته، کارش محبته. آمین. بله. آمین. بله. من یه چیزی هم که بگم در ادامه صحبت ها کشیش ارشانور و کشیش مدبر عزیز، ببینین الان هم که این عزیزان حجاب رو بهانه ایست برای این خیزشی که کردن و این انقلابی که در راه هست، این مردم میخوان از خفقانی که بهشون فشار آورده آزاد بشن. این مردم رفاه میخوان، آسایش میخوان و آزادی میخوان. وقتی که
در خونهشون و بچهشون تولد یا جشن میگیرن، موزیکی که دارن گوش میکنن یا اون هیاهویی که دارن، به همسایهشون اعتماد داشته باشن که گزارش شادیشون رو به دیگران، به پلیس یا به عزیزای دیگه نمیدن. و یه چیز دیگه ای هم که شما الان مطرح کردین، کشش ارشانفر در مورد داعش، من در مورد داعش بگم که بهترین جوانان ما رو اینا فرستادن سوریه که از داعش به قول معروف به بهانه که داعش به کشورمون حمله نکنه. داعش میخواست بیاد با ما چه کار بکنه که اینا نکردن. داعش میخواست بیاد چه کار بکنه که به دفعات مکرر تجاوزات به دخترای ما، به دختر 17 ساله، به بچه های ما شد. چه کسایی رو که ما شنیدیم و چه کسایی که هنوز به گوش ما نرسیده و در قفا بوده. بله. و پس این شکنجه ها ضرب و شتم هست برای بچه ها که من امروز شنیدم که دانش آموزانی رو که گرفتنشون بخوام ببرم پیش روانشناس و دخترها رو که کوچیک دبستانی رو میخوام به نکاح روحانیون در بیارن. این قلب منو درد آورد. اشک من درد آورد. این تا چقدر میتونیم این کار رو بکنیم؟ کشور رو که فروختن، بچه های ما رو دارن اسیر و عبیر میکنن، در زندان ها چه خبر ما نمیدونیم. بله، متاسفم. خواهر مونیر، وقت زیادی نداریم، 3 دقیقه بیشتر وقت نیست. بخواستم از شما یه خواهشی بکنم. اگر ممکنه، شما گیلک زبان هستید، بخواستم خواهش بکنم به زبان گیلکی اگر در قلبتون چیزی دارید، پیغامی دارید برای همزباناتون بگید، زنان و مردان گیلک، دعای کوچکی داشته باشید. چشم، حتما. ولی قبل از اون من از کلام خدا مزمور 126 رو برای تسلی مردمم ایران تقدیمشون میکنم. از کلام خدا میگه چون خداوند اسیران سیحون را باز آورد، مثل خواب بینندگان شدیم. آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم. آنگاه در میان امتها گفتند که خداوند با ایشان کارهای عظیمی کرده است. خداوند برای ما کارهای عظیمی کرده است که از آنها شادمان هستیم. ای خداوند، اسیران ما را باز آورد مثل نرها در جنوب. آنانی که با اشکا می‌کارند با ترنم درو خواهند نمود. آنکه با گریه بیرون می‌رود و تخم را زراعت می‌برد، هر آینه با ترنم خواهد برگشت و بافه‌های خیش را خواهد آورد. بله، 1 دقیقه وقت داریم قاهر عزیزم، پس محبت کنین در این دقیقه به زبان شیرین گیلکی دعای خودتون انجام بدین. میگه برای شما برف خورن و زکن نوجوانیستی که در مبارزه وارد خیابانم باستیدی، اما اینکه سالیان سالی که اطرف زندگی کنیم، اما اینکه امید دلش میبر جانه ها، امید دعایان مرا شما ور ایسایی خداوند شمی زندگی ره خورم نخشیانی داره، اون شمی دعایان اشنوه. شما ننیدی که خداوند چند در شما را نزدیکه، اون همه چیه دنه و دینه بو موقع خورم نخشیانه شما را انجام ده. خداوند اما را وعده بده که خود تخت سلطنت در ایران برقرار کنه. برکت خداوند شما امرا ببر. و ایت پیغامی که شما را دارم پیران و ما را نزدیست، شما زکنه تنها ننی، شما زکنه امرا بشید و شما بار بیسید، شما دستان بلنده کنید و شما هم یاری بکنید تا اوشن را قوت دیلی بابا که اوشن کنار استعید. خدا شما را برکت بده. آمین. با متحدن خواهر منیر عزیز به شما و دعای شما آمین میگیم.
پس بینندگان عزیز تا برنامه دیگر شما رو به خداوند می‌سپاریم. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبالگرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی از و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سنگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. نفس بی گناهی را کشت، انگار تمام مردمان را کشته، پنداشت که با چراندن خفاشان خورشیدک مان و آسمان را کشته، خونی که روان شده است بلاله گوش، می جوشد هنوز و غرقشان خواهد کرد، پژواک غریب نام یک دختر کرد، ظلمی که نهفتند عیان خواهد کرد، این پرچم آغشته به شب گیسویش، از سایه خرچنگ تو پس میگیریم، ای ملغمه دروغ، ای ترسیده، ما این وطن از چنگ تو پس میگیریم. توانید از طریق ایمیل و همینطور واتساپ با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست wrpersian@gmail.com و همینطور واتساپ ما هست 2031-638-9898.
امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.